بله، سیمای مسیح، مظهر ذات خدا نایده. درودهای گرم ما رو بپذیرید در نام عیسی مسیح. به منزل‌های شما میایم، به مکانی که تشریف دارید. امیدواریم که شب و روز خوبی رو پشت سر گذاشتید، هفته خوبی داشتید. حالا آماده هستید تا اینکه با هم دیگه از طریق این برنامه خداوند خودمون رو جلال بدیم. خواهش میکنم از همین ابتدا عزیزانی که ایماندار هستید برای ما دعا بکنید، فیض خدا رو طالب باشید و اجازه بدیم که در نهایت عیسی مسیح، شاه ذوالجلال، خدای قادر مطلق، رب الارباب، در میان ما امشب جلال پیدا بکنه. آمین. خدا رو شکر. منم درود میگم به شما عزیزان، به تک تک شما هر جای این دنیا که هستید. واقعا با دعا اومدیم و برای شما خیلی دعا کردیم این هفته، برای درخواستای دعاتون، و واقعا ایمان داریم که خداوند دعا جواب میده. اتفاقا من خیلی شهادت ها گرفتم این هفته، خبرهای خوب گرفتم از جواب های دعا. بله، من خیلی خوشحالم که حضور خدا مخصوصا در این برنامه به طور خاص مشهوده، به طوری که عزیزان وقتی برنامه رو نگاه میکنین دومین باره که عزیزان رویا میبینن. یک بار یک عزیزی دیده بود که عیسی مسیح کنار من ایستاده، و یک رویه دیگه که این هفته با شما هم در میون گذاشتم، بسیار شیرین و دلپذیر. ایمان داریم. میدونید چرا؟ چون که اینجا هستیم تا عیسی رو جلال بدیم. آمین. اینجا هستیم که نام خدا رو جلال بدیم. قبل از که شما اونو بخونیم، من تو قلبم هستی آیه بخونم برای عزیزان. مزمور 37 آیه 32 34 مزمور 37 آیه 34 میگه منتظر خداوند باش. عزیزانی که در انتظار هستید تا معجزه صورت بگیره، منتظر خداوند باش و طریق او را نگاه دار تا تو را به وراثت زمین برافرازد. هللویا. وراثت زمین، چون شیران منقطع شوند آن را خواهید دید. و در آیه 39 میگه و نجات صالحان از خداوند است. اگر در پی هستی که خدا شما را از اون وضعیت خودتون نجات بده، بدونید که نجات از جانب خدا آمده و در وقت تنگی او قلعه ایشان خواهد بود و خداوند ایشان را اعانت کرده نجات خواهد داد، ایشان را از شیران خلاص کرده خواهد رهانید، زیرا بر او توکل دارند. جلال بر نام خداوند. خداوند کارش رهانیدنه، خداوند کارش آزاد کردنه، خداوند کارش شفا دادنه، عوض کردن زندگی ها هستش. آیا امشب حاضر هستیم، امروز اگر در آمریکا نگاه میکنید ما رو، که خداوند ما رو نجات بده، قلبای خودمون رو برای چنین خدایی باز کنیم. بگید ببینیم چه خبره نازنین جان، از شهادت ها و از خبرهای خوب که عزیزان با ما در میون میذارن. آمین. دوست عزیزی گفتند سلام به شما بدل ناتان خواهر نازنین، امید که خوب هستیم. من دیشب برنامه زنده شما رو دیدم و کلی از روح پر شدم و ایشون خیلی شاد بودن و میگه که برای من دعا کنید. برای من همسرم 11 سال ازدواج کردم، بچه دار نشدن. و درست بعد از اون یه ایمیل دیگه ای داشتم از یه خانمی فاطمه، خیلی تشکر کردن، گفتن شما برای من دعا کردین و من حامله هستم. واو. خب آره. فاطمه جان اگه نگاه میکنید بید رو خط شهادت بدید. آره. دوستانی که شفا میگیرید، برکت میگیرید، ایمان میارید به عیسی مسیح از طریق این برنامه، حداقل در وسطای برنامه، انتهای برنامه تشریف بیارید. میدونم که بعضی وقتا سخت گرونه، میتونید از طریق اسکایپ بیاید که برای شما رایگان، ولی بیاید به شهادت بدید، خداوند جلال بده. ببینید من ایمان دارم نازنین، یکی از در واقع مطالب مهمی که وجود داره وقتی که ما برکتی رو از عیسی مسیح میگیم، شهادت میگیریم، برای اینکه خدا جلال پیدا بکنه، برای اینکه تداوم پیدا کنه، باید به دیگران بگیم. میدونید داوود میگه من در میان قوم خدا میستم، در وسط اونا خدا رو جلال میدم، آر نداره از اینکه او رو جلال بده. پس عزیزان تشریف بیارید اگر خداوند کار کرده در زندگیتون. آقای رضا میگن سلام برادر عزیز، شکر برای وجودتون، مرسی از برنامه های خوبتون، خیلی لذت میبریم. خیلی تشکر کردن. دوست عزیزی خیلی از دکتر شایسته تشکر کردن. بله. و گفتن که خواهش میکنیم دکتر شایسته رو بیشتر تو برنامهاتون بیانیم، ایشون بله. خیلی باعث برکت هستن. حتما با شادی. آمین. آقای واهه اگه درست گفته باشم میگه سلام کشیش ناتان، میخواستم بگم برکت خدا بر شما باد. دیروز بعد از دیدن برنامه شما واقعا روم تاثیر گذاشت، خیلی برنامه های شما رو دوست دارم. خیلی تشکر کردم، لذت میبرم از برنامه ها. دوست عزیزی آقای محمود گفتن که دکتر شایسته رو بیشتر بیارید، ایشون هم تقاضا کردن. قابل توجه تمام دست اندرکاران. آره میگه ایشون رو بیشتر بیارید و
میگه من تنها هستم در ایران، کسی رو نمیشناسم، ولی شبکه شما چشم عقل ما رو به حقیقت روشن کرده و برنامه های شما دلگرمی ماست. واقعا بعضی وقتا کلیسا ندارن عزیزان ما، مخصوصا اونایی که در ایران هستن، ایمانداری نمیشناسن و تنها دلگرمیشون یا منبع تعلیمشون حتی شبکه محبت هستش. من واقعا دوست میدارم که مردم این گونه شهادت میدن، ولی از طرف دیگه دلم میشکنه وقتی میبینم که عزیزانی تماس میگیرن میگن بردن تا برای ما دعا کنید، ماهواره رو دارن جمع میکنن، اگه ماهواره رو جمع کنن چیکار کنیم؟ البته ما دعا میکنیم اتفاق نیفته، ولی شما میتونید از طریق glwiz.com یا از طریق mohabbat.tv، حتی وبسایت ما simamasi.com، اونجا تشریف های 3 تا شبکه هست همزمان که مسیحی هستن و میتونید هر کدوم میخواید صداشو باز کنید، تماشا بکنید، برکت بگیرید. و ما ایمان داریم که کاری که خدا میخواد انجام بده در نهایت انجام میده، چون خدا خدای قادر مطلق هستش. میدونید ما جلوی انسان ها رو میتونیم بگیریم، ولی جلوی کار خدا رو که نمیتونیم بگیریم. اگر شبکه ها بسته بشن، اگر ماهواره ها جمع بشن، من عکسای دیدم واقعا میخواستم نشون بدم، بعد گفتم خب تو این برنامه جاش نیست. یعنی کماندوها اصلا انگار میخوان برن مثلا یه مجرمی رو بگیرن اعدام کنن، با این تناب دارن از بالا پشت بوم میان پایین، و بعد یه خانمی مثلا اونجا با چادر وایساده تو بالکن دارن ماهواره شو میکنن، لگد میزنن، مثلا انگار چه اتفاقی داره میفته. قرن 21 دیگه مردم میدونید از هر طریق دیگه به زمانی میرسه شما با ساعت میتونید دیگه با مردم، الان هست البته میتونید خیلی راحت تلویزیون نگاه کنید، هر چیزی که میخواید، مثلا مسابقه پرسپولیس باشه استقلال تماشاش بکنید. یعنی دنیا داره به سوی علم در این تکنولوژی بیشتر پیشرفت میکنه، و واقعا من دعا میکنم که عزیزان دلتون واقعا به خداوند قرص باشه، حتی اگر ماهواره ها جمع بشه خداوند طریقای داره که شما رو تغذیه کنه. میدونید در چین کمونیست خداوند از طریقای معجزه‌آسا عمل کرد، و در این سالها 70 سال کمونیست خداوند قوم خودش رو غذای روحانی داد. در روسیه سابق، در تمام اقصا، در تمام دورانی که مسیحیت، خداوند طریق خودش رو داشته. ما دوست داریم که بیایم منزل شما، اون که هیچی، ما دوست داریم بیایم ایران برگردیم و خدا رو اونجا نزدیک خدمت کنیم با شما. من نمیتونم تصور بکنم وقتی وارد بشیم هزاران نفر رو ببینیم که به عیسی مسیح ایمان آوردن، ولی خدا رو شکر میکنیم، خدا راههای خودش رو داره. وقتی ایلیا فرار کرد در بیابان، خدا من از طریق یک کلاغ بهش قضا رسوندش. خدا من راه های خودش رو داره، از طریق یک پیرزن، یک بیوه با یک فرزندش به نبی خودش قضا میرسونه. خدا راه های خودش رو داره. آمی. و من واقعا خدا رو شکر میکنم. دیگه چی داریم نازنین جون؟ حالا دیگه درخواست های دعا داریم. بله. یا آقای آرش از چین. بله. ایشون در بیمارستان هستن، 7 روزه در بیمارستانن و درخواست دعا داشتن. گفتم من خیلی مریض هستم و در بیمارستان تنها هستم، حتما برای من دعا کنید که خدا فقط میتونه منو شفا بده. آمین. آمین. یه آقای عباسی ایمیل کردن از پاکستان. برنامه هفته پیش ما رو دیدن و خیلی تحت تاثیر صحبت‌های خانم طاهره، طاهره جان با ما بودند و بله. گفتن که خیلی تحت تاثیر صحبت هایشون قرار گرفتم و میخوام قلبمو به عیسی مسیح بدم. شکر. حتما ما شکر. در انتها براشون دعا میکنیم. آمین. آمین. آقای امیر هم همینطور از تهران، ایشون هم میخوان مسیح بشن و ایمیل کردن، میگن بله. چجوری؟ اینا تنها مقداری از ایمیل های عزیزان هست و تلفن ها. البته در وبسایت، در فیسبوک من به طور مرتب هر روزه 10 نفر اگه اغراق نکرده باشن تماس میگیرن، یا خدا رو شکر گذارن، یا سوال دارن، یا احتیاج به دعا دارن. تمام اینا برای ما مهم هستش، ما مینویسیم، دعا میکنیم، خودمون رو موظف میدونیم که با شما یک دل بشیم. و خواهش میکنم وقتی جواب میگیرید به ما بگید دیگه، من شده برای عزیزان دعا کردم کار پناهندگیشون درست شده، بعدا از دیگران فهمیدم. ما داریم دعا میکنیم برای شما، خوب میشه بدونیم. عزیزان دعا بکنیم و میریم با هم دیگه برمیگردیم ببینیم عنوان برنامه هم چیه. چند لحظه خداوند عزیز تو رو شکر بکنیم برای کارهای اعجاز آور تو، خداوند معجزه آسای تو، که چگونه داری در بین فارسی زبان ها علل خصوص کار میکنی. ما ایمان داریم تو خدای هستی که کلام تو میفرماید امروز دیروز تو ابدالآباد همان هستی. از همین ابتدای این برنامه روی تو را میطلبیم خداوند، میگوییم تشنه تو هستیم، مشتاق دیدار تو هستیم. دعا میکنیم از طریق خادمینت نام خودتو جلال بدی خداوند، باشد که امشب برای بسیاری روز یا شب نجات باشه خداوند، برای بسیاری که دل شکسته هستن، نامید هستن،
غم وجودشون رو در بر گرفته ای خداوند عزیز. تو که تسلی بخش هستی، همین الان وارد منزل ها و زندگی هاشون بشی خداوند. تو استدعا میکنیم خداوند که زندگی عزیزان ما رو ملاقات بکنه. اگر عزیزی هست که در این لحظه به انتهای خط رسیده تو زندگیش، دعا میکنم در نام قدوس تو نویدی تازه وارد زندگیش بشه. آمین. خبری خوش زندگی او را متحول بکنیم. تو رو شکر بکنیم خداوند. من خود من همین الان منتظر معجزه هستم ای خداوند. و این تو خدای قادر مطلق هستی که میتونی هر چیزی رو از نیستی به هستی تبدیل بکنی. از مرگ به حیات. تو رو جلال میدیم در نام پرجلال عیسی مسیح خداوند. آمین. عزیزان بریم با هم دیگه. من فیسبوکم بازه، اسکایپم بازه، در خدمت شما هستیم. اگه نمیتونید رو خط بیاید بنویسید، من در وقتش با شما با عزیزان در میون میذارم. میریم با هم نگاه میکنیم عنوان برنامه رو با مهمون عزیزمون برمیگردیم. در برنامه این هفته سیمای مسیح، بررسی اجمالی کتاب روت با کشیش منصور خواجه‌پور. موضوع این هفته ایمان و وفاداری. بله، چقدر خوشحالیم که میتونیم در خدمت کشیش منصور باشیم با لهجه زیبای خراسانی ایشون که دوست عزیز ما هستن. نازنین بعد با بعد منصور مسافرت بری که بهت خوش بگذره که بدونی چیه، و تنها میرم با خانومشون مسافرت، اشکال نداره. ما هم عکساشو میبینیم، لذت میبریم. بعد هم از تو تشریف دارید؟ داریم غیبت داریم غیبت میکنیم، تشریف دارید؟ غیبت وقتی توی روی شخص باشه غیبت نیست، وقاحته. خیلی خوشتیپ شدید امشب، طبق من امروز در واقع به وقت آمریکا. امیدوارم که همه چی خوبه، همه چی عالی است. آمین. خیلی خوبه، واقعا خدا رو شکر میکنم برای شما برادر الناتا، خواهر نازنین عزیز، برای خدمت مبارکی که دارید. وقتی شنیدم ایمیل ها و پیغام هایی رو که از طریق بیننده های عزیز به شما نوشتن و شما رو تشویق کردن، منم تشویق شدم و واقعا میخوام از بیننده های عزیز خواهش کنم که کماکان با شما از طریق راه‌های مختلفی که هست، فیسبوک، اسکایپ یا راه‌های مختلف در تماس باشن، چون این بیننده‌های عزیز واقعا این برکت میده. وقتی که ماها این طرف جلوی دوربین نشستیم شما رو نمی‌بینیم، ولی وقتی شما با ما صحبت می‌کنید واقعا برکت مضاعف میدید. و من واقعا برکت گرفتم از اینکه این ایمیل ها رو، نامه ها رو خوندید برادر الناتان و خواهر نازنین. بله، ما حتما میخوایم از این بعد این کار رو بکنیم. من به نازنین جان گفتم این همه پیغام میاد، اقلا من اینا رو میبینمشون، ولی چرا ما در طول هفته نگیم توی برنامه‌مون؟ و از این بعد حتما به فیض خداوند این کار رو میکنیم. خوشبختانه پیغام های منفی نداریم، و اگرم باشه باز اگر لازم باشه اینجا بگیم حتما این کار رو میکنیم. ولی من میخوام بپرسم این آیرین خانم توی منطقه شما آمده یا نیومده؟ نه، آیرین شرق امریکا رو، این گرداب آیرین شرق امریکا رو این دفعه ملاقات کرد، رفت دیدن شرقی ها، و خدا رو شکر که بعد از اون واقعه کاترینا، که هوریکان کاترینا که اتفاق افتاد، مسئولین هشدارتر بودن، مردم مراقبتر بودن، و خدا رو شکر تلفات چندانی نداشته. ولی دعای زیادی بکنیم برای خیلی از انسانهایی که در شرق امریکا هستن و الان با مشکل سیلاب و 4 میلیون نفر با مشکل بیبرقی مواجه هستن. در دعا باشیم برای این عزیزان. بله، شهیدم ادهی هم که مجروح شدن، کشته شدن، و واقعا جای تأسف داره. اگرچه گفته شده در کلام خدا که این بلایا و این اتفاقات چیزایی است که قبلا عیسی مسیح گفت راجبش که در زمان آخر اتفاق میفته. از اون طرف هم که جنگ و نمیدونم رئیس جمهورها و نخست وزیر کشورها آدما رو میکشن، مردم خودشونو میکنن، واقعا جای تاسف داره. و کلیسا همیشه وظیفه‌ش اینه که دعا بکنه. ما دعا کردیم البته، و حتما دعا میکنیم، چون اونا ایرانی نیستن ما اونها رو بی تفاوت از کنارشون نمیگذاریم، فرق نمیکنه در هر جای دنیا باشن، در ژاپن باشه، در هر جا باشه. وظیفه ایمان داره که اقلا چند دقیقه دعا کنه برای عزیزان. و من میدونم عزیزانی بودن که خارج از آمریکا تماس گرفتن با دوستانشون، فامیلاشون، که آیا شما اوکی هستید، چون نمیدونن که چقدر آمریکا گاهی وقتا وسعت داره، در کجا دقیقاً هست حوادث و اینها. ولی از طرف دیگه هم تو که میگید، من شنیدم که به زودی همه چی برمیگرده به نرمال به فیض خدا، مسئولین هم کار خودشون رو خوب انجام دادن. خب در خدمت شما هستیم با کتاب روت. خیلی کتاب قشنگیه. خیلی درس امروز شروع بشه خواستم
اون مطلبی رو که شما فرمودید رو تاکید کنم، بگم حتما خواهر نازنین نه فقط خوشحال میشیم باشون هم سفر بشیم، بلکه خوشحال میشیم هر دوی شما عزیزان رو خوش آمد بگیم تو کلبه درویشی خودمون این گوشه. باعث افتخاره، چرا نه، حتما خداوند فیض بده این کارو میکنیم. یا شما بیاید دیگه اینجا، البته مدارس داره شروع میشه، ولی خیلی خوشحال میشیم که یک بار دیگه در خدمت شما باشیم. امید خداوند عیسی مسیح. خب بینندگان عزیز، مجددا سلام عرض میکنم و خوشحالم که امروز هشتمین کتاب مقدس رو میخوایم با هم بررسی کنیم. یه سوالی که به ذهن بعضی از عزیزان پیش اومده بود اینه که چرا اینقدر آروم آروم پیش بریم، نمیشه یه دفعه همه رو تموم بکنیم بریم سراغ یه موضوع دیگه؟ بله. میشه، بله. اما من فکر میکنم که کلام خدا خیلی زیبا میگه که ای خدا کشف کلام تو نور میبخشد و ساده دلان را فهیم میگرداند، و این کشف کردن خوبه که خیلی عمیق باشه. جای شما عزیزان خالی، ما چند وقت پیش رفتیم ایالت فلوریدا و حواسمون کرد بریم زیر آب چیه. روی آب قشنگه، آب زیبا بود، ولی وقتی اون وسایل غواصی رو استفاده کردیم رفتیم عمق‌های آب و دیدیم، تازه فهمیدیم چقدر زیبایی‌های دنیا داره که ما ازش غافلیم. همینطور هست کلام مقدس خداوند. ما وقتی داستان زندگی روت رو در کلام خدا می‌خونیم، خب خیلی سریع، چهار فصل خیلی سریع خونده میشه، داستان بسیار شیرینیه، نشون دهنده اتفاقاییه که توی زندگی میفته و چطور میتونیم به خداوند در عین وفاداری بتونیم برکت‌های خدا رو لمس بکنیم. اما وقتی عمیق‌تر بشیم، خیلی آهسته پیش بریم، میتونیم اون زیبایی‌های کوچولو رو هم ببینیم. بله. امروز من می‌خوام داستان روت رو از ابتدا تا انتها، چون چهار فصل بیشتر نیست، برای شما به صورت خلاصه ابتدا یادآوری بکنم و بعد از اون بریم سراغ درس. من می‌خوام ازتون خواهش کنم عزیزان، درس‌ها رو که آماده می‌شیم برای شنیدن، خیلی شایسته هستش که قبل از این که درس داده بشه یه مرور بفرمایید شما اون کتاب رو، که آماده باشید برای درک بهتر و برای برداشت‌های شخصی خودتون، و میتونید از این طریق ما رو هم برکت بدید. هفته بعد یا جلسه بعد، ماه بعد که بیایم درس کتاب اول سموئیل رو خواهیم خوند. پس این که ازتون خواهش می‌کنم اون کتاب رو از ابتدا، از پیش از درس در واقع مشاهده و مطالعه بفرمایید. بله. در شهری که عیسی مسیح سالها بعد به دنیا اومد، شهر بیت لحم. بله. قبل از تولد عیسی مسیح یه واقعه ناگواری اتفاق افتاد، قحطی در زمین رخ داد. و وقتی قحطی پیش میاد، ماهایی که کشاورزیم خوب درد میکنیم، بچه های لس آنجلس نه، ولی ما کشاورزیم، آب بارون امسال در کانزاس خیلی کم بود و این باعث شد که محصول کم بشه. ذرت های امسال ذرت های خیلی پرباری نیست، کم دونه است، و اگه بارون کمتر میشد همون هم از بین میرفت. همین اتفاق در بیت لحم افتاد. تصور بکنید یه جامعه ای که تمام زندگی مردم بر کشاورزی و دامداری استوار هستش، آب نقش بسیار حیاتی برای این مردم ایجاد میکنه یا بازی میکنه، و بنابر این مردم تصمیم میگیرن گاهگداری به راه‌های مختلف متوسل بشن برای بقای حیات، بقای زندگی. و این چیز بدی نیست، هجرت اصولا چیز بدی نیستش، اما باید با دقت همراه باشه. روت دا واقعی رو برای ما بیان میکنه راجب یه خانواده که در شرایط بد اقتصادی قرار گرفتن. بله. مشکلات اقتصادی وادارشون کرد از بیت لحم نقل مکان بکنن، برن به سرزمین دیگه ای به نام موآب. در سرزمین موآب اینها یه مادر و یه پدر و دو تا پسر با هم رفتن، علی ملک و همراه با همسر ایشان نعومی و با دو تا پسراشون کهلون و مهلون و کیلون با هم رفتن، اسمای سختیه، رفتن اونجا و زندگی رو شروع کردند تا اینکه زندگی یه مقداری خوشی بهشون نشون داد. این دو تا جوون همسراشون رو پیدا کردن، ازدواج کردن و خدا به زندگیشون یه برکت همسر رو اضافه کرد. اما مشکلی رو که اصلاً از ابتدا به دنبالش بودن نتونستن حل کنن، چون در خارج از اراده خدا به دنبال پاسخی برای مشکلاتشون بودن، و اینه که اتفاقات طبیعی دائم میفته، هوریکان و تورنادو و زلزله، این چیزها وقایع طبیعی دائم واقع میشه، اما ما نباید اون تمرکزمون رو بر روی اراده خدا و کار خدا از دست بدیم. این خانواده ناگهان
هر سه تا مردشون که در واقع نوناور خونه ها بودن رو از دست میدن. هر سه تا مرد، پدر و دو تا پسر فوت میکنن. کلام خدا نمیگه که علت فوت چیه، ولی میگه فوت میکنن. خیلی چیزا هست، خیلی وقایع طبیعی اتفاق میفته و افراد فوت میکنن میمیرن. اما تأثیری که این مرگ میذاره روی خانواده خیلی عمیقه. من هفته پیش ساعت 10 شب از طرف بیمارستان شهرمون به من زنگ زدن و گفتن که دو تا جوان در حال مرگ هستن در اثر تصادف و از من خواستن به عنوان کشیش برم و همراه با خانواده ها باشم. وقتی وارد شدم واقعا دلم شکست، نه تنها به حال اسفبار این دو تا جوان که در حال فوت بودن و فوت هم شدن اون شب، بلکه بیشتر به حال همسراشون. و این مادر و اون پدر جوان با سه تا بچه قد و نیم قد که چقدر واقعا سخت میشه. مادر یکی از اینها توانایی کار کردن نداره و شوهر تنها نوناور خونه بود. خیلی سخت شده بود. و وقتی با دختر شروع کردم دعا کردن، صحبت کردم، انتهای دعا برگشت گفت کشیش میدونی چیه؟ من از خدا نفرت دارم. چون تو یک سال 4 نفر من ازم گرفته. تلخم. چی کار میتونی بکنی این تلخی رو؟ و واقعا در اون مقطع آدم نمیتونه هیچ چی بگه. یعنی واقعا چی میتونی به یه نفر که 4 نفرش رو، 4 عزیزش رو تو یک سال از دست داده، چه پیغامی داریم جز این که بگیم برات دعا میکنیم و اجازه بدین یه مقداری زمان بگذره و بعد بریم در کنارشون بایستیم، از طرف کلیسا اینها رو برکت بدیم. توی این شرایط وقتی که نعومی میبینه شوهرش رو از دست داد، دو تا پسرش هم از دست داد، هدف این بود که زندگی ادامه پیدا کنه. ما توی بیت لحم مرگ نداشتیم لااقل، اما رفتیم بیرون به امید اینکه یه لقمه نون در بیاریم، از مرگ احتمالی نجات پیدا کنیم. قطعا فوت میکنن و بعد از این تنها راهی که به نظرش میرسه به عنوان یک زن بیوه که در فرهنگ یهود اون زمان زیاد جایگاه خاصی نداشته، مخصوصا وقتی که در سرزمین غیر یهودی باشه، تنها شانسش این بوده که کلفتی چیزی بشه، اما زیادم وضع موآبم خوب نبود. پس تصمیم میگیره برگرده به ولایت خودش به امید اینکه قوم و خویشا، دوستا، همشهری‌ها زیر بارش رو بگیرن. پس به دو تا عروسش میگه که عزیزان من، معذرت، من باید برگردم و برم سمت خونه خودم. و واقعا کلام خود باب 1:8 میگه که به خانه خودتان، به نزد مادرانتان برگردید، امیدوارم خداوند در عوض نیکویی که به من و فرزندانم کردید به شما برکت بده. بله. برید و دعام اینه که هر دو نفر شما بتونید ازدواج کنید و تشکیل خانواده بدید. اینجا یه دقیقه توقف کنیم. ازدواج خیلی امر مهمی هست. دقت کنید در کلام خدا ما برای هر موضوع اجتماعی یک پاسخ پیدا میکنیم. پاسخ کلام خدا به نیازهای جنسی و تداوم نسل ما ازدواج هست. و قالبی رو که کلام خدا تعیین میکنه برای تداوم نسل، روابط زناشویی، ازدواج بین یک مرد و یک زن هست. و این زن عروسهای خودش رو برکت میده، میگه متاسفم من نمیتونم طبق قانون شریعت خودم عمل کنم چون دیگه پسری ندارم که به شما بدم، اما برید و ازدواج کنید و برکت خدا باهاتون باشه و همین سبک زندگی صحیح رو ادامه بدید. اما اونها میگن نه، ما نمیایم. احساسات لطیف انسانیشون و محبتی که بین مادر شوهرها، یا مادر شوهر ببخشید، مادر دوتا شوهر این دوتا عروس، مادر شوهر و عروس واقع هست، میگن که نه، ما بر نمیگردیم، میمونیم. اما مادر میبینه خب بابا من که آیندهی پیش روی خودم نمیبینم، پس برگردید به امید اینکه مادرهای شما بتونن زیر بال شما رو بگیرن. من نمیتونم واقعا مادری در حق شما بکنم. یکی از عروسا برمیگرده، عروس دوم که اسمش روت هست و معنی روت خیلی جالبه بدونید، یعنی دوست و همراه. ما در زبان فارسی و بعضی از انگلیسی زبان‌ها اسم ریتا داریم، از همین ریشه گرفته شده. نام ریتا یعنی دوست، همراه، کسی که شما رو تنها نمیگذاره در سفر زندگی. و واقعا شخصیت روت موافق اسمش هست و ایشون میگه که نه، مادر شوهر عزیزم، من نمیرم. و بعد آیه معروف، آیه کلیدی این کتاب، باب 1:16 مطرح میشه و روت در جواب میگه که مادر شوهر عزیزم، از من نخواه که تو رو ترک کنم، اجازه بده همرات بیام، هر جا بروی من نیز خواهم آمد، هر جا زندگی کنی من هم در آنجا زندگی خواهم کرد. قوم تو قوم من و خدای تو خدای من خواهد. در واقع این نه فقط اعتراف به ایمانه،
که من جزء قومیت خدا میشم، بلکه میگه که میخوام متعلق به فامیل تو هم باشم. و بعد ادامه میده میگه هر جا تو بمیری من خواهم مرد، نه اینکه میام یه چهار سباهی شاید نونی گیر بیارم، نه، هر جا تو بمیری من آنجا نیز من نیز آنجا خواهم مرد و همانجا دفن خواهم شد، میگه. بعد شرط میبنده، میگه خداوند منو تنبیه کنه در آیه 17 اگر چیزی جز مرگ من رو از تو جدا بکنه. بله بله. وقتی این ایمان رو میبینه برکت میگیره و واقعا این خیلی تشویق عمیقی هست عزیزان. تو زندگی وقتی که نومیدی ها میاد، وقتی سختی ها میاد، چقدر خوبه آدم اون قسمت پر لیوان رو ببینه. بله. و تشویق بکنه، تشویق بکنه به این که درست سخته ولی من تو این سختی با آتم. من به اون خانومی که شوهرش رو از دست داده بود و 3 فرزند داشت، نه فقط به زبان بلکه به عمل بهش گفتم که کلیسای ما تو رو تنها نمیگذاره، ما با شما خواهیم بود، همراهتون میایستیم، همراهتون گریه میکنیم و همراه شما از این سختی عبور میکنیم. و همین حالت هست برای ما امروز در کشور ما، در میان فامیل ما ممکنه مشکلات باشه، خیلی شایسته استش که عزیزانمون رو ترک نکنیم و تنها نگذاریم. بله بله. بعد از این با هم برمیگردن، راه میافتن، میرن بیت لحم، برمیگردن سر خونه اول. دقت کنید در خیلی از زمین‌ها ما دائم دنبال راه کار می‌گردیم فراتر از اونه که خدا به ما داده، اما خیلی وقتا می‌بینیم در یک دور باطل افتادیم و برمیگردیم سر جای اول. ناامید نشید، فکر نکنید حیف شد، تمام زندگیمون، تمام این چند سال هدر رفت، شوهرم از دست دادم، پسرام از دست دادم. نومی میره با این دید و میگه دیگه منو مبارک نخونید، منو تلخ یا تلخی ماره صدا کنید، اسم من ماره است چون پر رفتم. بله. خدام خدا منو خالی کرد، در حالی که راهی که خدا انتخاب میکنه در رومیان باب 8 آیه 28 کلام خدا میگه خدای ما قادره از همه چیز، از همه سختی‌ها استفاده بکنه و تا ما رو برکت بده. جامعه. فقط باید صبور باشید. واژه یونانی برای صبوری، برای تحمل، برای دور نرفتن، خیلی جالبه، بد نیست یاد بگیرید، به یونانی قدیم البته، نه یونانی مدرن. یونانی قدیم میگه اوپومنا، یعنی صبور باش، عجله نکنید. اوپومنا، وقتی مشکلات میاد زود عجولانه در نرید، فرار نکنید. اوپومنا. سرود قشنگی داریم توی فارسی، ما میخوندیم زمانی که ایران بود، که راجع به خداوند عیسی مسیح کشتیبان، ناخدای کشتی ماست. این رو ما در زندگی پولس میبینیم. پولس در تمام سفراش در اعمال رسولان باب 19 تا 28 سفرهای آخر دائم توی طوفان‌های زندگی میفته، اما خدا مفری باز میکنه. آمین. در باب 8 میبینیم عیسی مسیح دریاها رو آرام میکنه و همین آرامی رو در بیت لحم به اینها میده، به صورتی آمین. که مردم از دیدنشان، دقت کنید آیه 19 چی میگه، میگه وقتی اومدن مردم شهر از دیدن این دو زن به هیجان اومدن. بله. با خوشی به استقبالشون رفتن. بله. اگرچه ذهن نعومی این تلخی بود، اما برای مردم خوشایند بود که بتونن دوباره دور هم جمع بشن، اون عزیزی رو که گم شده بود دوباره بازیافت بکنن. بله. حتی کوچکتر از اونی که بود. بله. بعضی برمیگردن، واقعه به این صورت اتفاق میفته که دو تا زن، یکیشون تقریبا مسن، زیاد کاری نمیتونن بکنن، مادر خانم به عروسش روت میگه برو فلان آدرس پیش یه آقای جنتلمن و خوشتیپی به نام مستر بوعز و مزرعه ایشون شروع کن کارگری کردن. و کارگری البته نه کمتر از کارگری، پستر از کارگری، یعنی کسانی که با قوانین یهود آشنا هستن میدونن که قانون خدا که به قوم یهود داد برای فقط قوم یهود نبود، بلکه از این طریق همه رو برکت بده، مخصوصا اونهایی که وضع مالی خوب ندارن، کار ندارن، بیکارن، مستضعف و بیچارن. به این صورت که کلام خدا دستور داده اگه شما کشاورز هستید مثل ما اینجا توی کانزاس و میخواهید مزرعه رو درو کنید، عمدن، نه سهوا، عمدن یه مقدارش رو بذارید پشت سر بمونه برای اون که قضا ندارن بیان جمع بکنن. کشش منصور عزیز، اپومن یه دقیقه معذرت میخوام. ما میخوام یه بریک به شما بدیم، یه دوتا تلفن جواب بدیم، عزیزان ما مدتی ویستادن، اگه اشکال ندارن نظر شما. اپومن ها پس یه چند دقیقه. خانم زهرا از ایران بفهمید، در خدمت تو هستیم و در خدمت کشش منصور. تشریف دارید؟ خانم زهرا. الو. بفرمایید عزیزم.
سلام بر برادران و خواهرای عزیزم. نازنین جان زهرا هستم. خواهر نازنین عزیزم، دایی که با هم که من مادر کامل هستم. بله. دایی که کردین برای یکی از خانمایی که مسلمون بودن، همون آن شفا گرفتن. شکر. ایکس کمر داشتن، یادتونه با هم دعا کردیم؟ بله. خانواده ایماندار شدن. خانواده ایماندار شدن. بعد یعنی فرداش به من تلفن زدن، به من گفتن، من یعنی همون لحظه که دعا میکردیم گفتم دریافت شد. یعنی اون لحظه به من، به قلب من پیامی اومد که ایشون دریافت کرد نجاتو. بعد من همون لحظه گفتم دریافت شد، پسرم نشازو کامل گفتم دریافت شد شفا. بعد صبحش تلفن زنگ گفتم ما باید چیکار کنیم، باید پول بدیم، باید چیز؟ گفتم نه، نجات خداوند مجانانه. همونطور که خود من از تو که پا تا تو که سر من شفا گرفتم و یعنی از هر نظر زندگیم، از نظر مادیات، از نظر بدنی، هر چیزی که فکر کنیم شفا گرفتم، نه چیزی نباید بدینم. و ایشون ایمان پیدا کردن، خودشون، خانومشون، مادر خانومشون که شفا گرفتم، پدرشون هم قبلا من تو کلیسای ربانی رفتم دعا کردم، اونجا سکته کرده بودن اینا. بعد به پسرم ایران نبود، خارج شدن زنگ زدن گفتن آره از مادر تشکر بودم. نه از من چرا، از خداوند عیسی مسیح خداوند زنده. آمین. از ایشون باید تشکر کنم. جلال بر نام خدا. بله خواستم اینو رو ایر بگم. خیلی ممنون. که بابا ایمان بیاریم به خداوند. آمین. عیسی مسیح خداوند زنده است. بله. نجات دهنده تمام جهانیانه. آمین. یعنی هر کسی که ایمان بیاره به خداوند عیسی مسیح امکان نداره ناامید بشه. همینطور که به من گفت، من اسمم پری ولی زهراتی شناسن. خب زیاد اطلاعات ندید روی خط دیگه. کامیل نداشته باش، کامیل با من. بله. و یک سال نشد کامیل تحویل من داد و از نظر مادیات که شوهر من از من برگشته بود، مادیات منو تامین کرد خداوند. بله. و هیچ مشکلی در زندگی من ندارم. هللویا. زندگی من از عیسی مسیح خداوند زنده. خدا رو شکر. خود خداوند. آمین. خدا رو شکر. خیلی خوشحال شدم. و ایمان دارم. مرسی زهرا جان. با تمام وجودم، با تمام قدرت هم میگم عیسی مسیح خداوند. آمین. ایرانیان. مرسی عزیزم. جهانیان. ایمان داری. این بار سوم چهارم من دارم شهادت میدم. و اینو جدی میگم، نه چیزی دریافت کردم مادیات یا غیرش یا کاری بر من انجام دادشن، فقط شفا از خداوند. لطف دارید. آمین. خدا رو شکر. ناصری گرفتم. آمین. آمین. خدا رو شکر میکنم. آمین. متشکر از شما. مرسی زهرا جان. مرسی از تماست. من شما رو دختر خودم بدونم. عزیزم. لطف داری. دیگه اطلاعات بیشتر ندید دیگه. اطلاعات بیشتر. خواهر دستتون. مرسی. برم دست پای همه تون رو میبوسم. عزیزی. مرسی. من هیچ کسی نمیترسم. چون میدونم خداوند با منه. مرسی عزیزم. کسی ندارم عزیز من. مرسی عزیزم، شبتون بخیر. شب بخیر، خدا نگهدار. خب عزیزانی که خارج از کشور هستید و آزادی دارید، ببینید که یه خواهر عزیز چطور با شهامت از کار خدا صحبت میکنه و واقعا ما هم باید همینطوری مثل نور باشیم. خانم فاطمه از سوئد رم با اجازه کشیش منصور میگیریم. دوباره اومدن عزیز من، بفهمید خیلی کوتاه در خدمت شما هستیم. خانم فاطمه سلام، خوبه؟ مرسی. سلام، خوبه؟ مرسی. فاطمه هستم، خواهر نازنین. اگه بخوام بگم سوالاتم خیلی زیاده، ولی خیلی سعی میکنم کوتاه بگم. بله. من 3 سال الان ایمان دارم، خدا رو شکر. خداوند من نجات کرد. من افسردگی خیلی شدید داشتم که خداوند زمان که ایمان آوردم این افسردگی من اصلا نابود شد. دیگه بخوام بگم خیلی از این 3 سال اتفاقای زیادی برای من افتاده. اتفاقایی که یکی 2 ماه اخیر افتاده رو میگم. یکی از دوستامون بودم، من یه بیماری خواست دارم که یکی از بچه‌ای که اونجا کار میکردن، یکی از خواهرامون، خواهر پوران، به سال اونجا زحمت میکشن و 27 سال سابقه کاری اونجا رسن. ایشون مسیحی بودن و یکی از
دفعه پرسنالای دیگه در اون بیمارستان فهمیدن که ایشون مسیح هستن و سعی کردن برای ایشون پاپوش درست کنن و ایشون اذیت کنن از طریق بیمارای دیگه. و همینطور که داشتن به بیمارای دیگه میگفتن، یک روز ایشون دیگه طاقت نمیوردن، مالن در بین جمعیت که تمام مریضا اونجا بودن فریاد داد با شهامت گفت که من عیسی مسیح خداوندم، با قدرت با ایمان گفت عیسی مسیح من شفا داره، نجات داره، از هیچ کسی هم نمیترسم. بعد از یه مدتی اونا رو دیگه برایشون پاپوش درست کردن، ایشون از بیمارستان بیرون کردن و منتقل کردن به جای دیگه. از خدا شکر الان اونجا هم که هست با آرامش کامل داره کار میکنه و خیلی ها سر دارن پشت سرش بد بگن، ولی خداوند حافظ اوناست و ما بچه های دیگه. میخوام برای من و تمام بچه هایی که اونجا هستن و برای همچی خواهد بودن دعا کنید که ما مثل نور در اون بیمارستان بدرخشیم، خداوند ما رو شفا بده که بتونیم به همه ثابته که عیسی مسیح خداوند رو نجات دهنده و شفا دهنده. بله فاطمه جان، حتما خداوند شفا میده، وفادار بمونید، به داستان روت ادامه بدید، گوش کنید وقتی کشیش مسعود تعلیم میدم و مطمئنم که رو همین خط خواهید اومد و اعلام خواهید کرد که خداوند چطور شفا داده. آمین. خداوند ما شفا دهنده است و من میدونم که حتما میان شهادت میدید. بله. خدا رو شکر. خدا رو شکر. تشریف بردید ها فاطمه جان. اگر مطلب دیگه مونده در خدمتشون بعدا خواهیم بود. کشیش منصور برمیگردیم، در خدمتشون هستیم. مرسی که تحمل کردید. چی داشتید؟ اپومونا داشتید و در خدمت شما. نمیدونم بعدا منصور شما تلفن ها رو شنیدید یا نتونستید؟ نه متاسفانه من صداهای تلفن ها نمیگن. بله والا زهرا جان خیلی شهادت خوبی دادن که تو هفته قبل زنگ زده بودن درخواست دعا کرده بودن برای یکی از دوستاشون که دیسک کمر داشته و دعا کردیم و همون آن شفا گرفتن و ایشون با شادی و با چه شور و هیجانی داشتن تعریف میکردن. واقعا ما نمیتونیم ساکت باشیم وقتی ببینیم اعمال عجیب خدا را، شفاهای خدا را وقتی مشاهده میکنیم نمیتونیم ساکت باشیم، باید اعلام کنیم. خدا رو شکر. بله میشنویم از شما. خواهش میکنم. مرسی که با من در میون گذاشتید، من رو برکت دادید. خلاصه کلام، روت میره سراغ کار برای اینکه باید خرجی زن و بچه در بیاره، خرجی خونه رو در بیاره. زن و بچه که شوخیه، خرجی خونواده رو، مادر شوهر رو در بیاره و شروع میکنه کار کردن. و وقتی برمیگرده خونه به مادر شوهرش میگه که آره این طور جایی رفتم کار کردن. وقت مادر شوهر متوجه میشه که رفتن اتفاقا ایشون پیش یکی از بستگان خودش و میگه همونجا بمون، جای خوبی رفتی. و دعای من برای شما این هستش که وقتی یه نفری رو پیدا میکنید که شما رو برکت میده، یه دوستی رو خدا میاره تو زندگیتون، تو مسیر زندگیتون که شما رو برکت میده، همونجا بمونید. زیاد دنبال طمع و این رو بر نزنید، همون تداوم خوبه. و مادر شوهر بهش میگه همونجا بمون و خدا برکتت خواهد داد. و میبینیم که بوعز همیشون رو برکت میده، میگه وقتی میفهمه این کیه میگه که آه من داستان زندگی تو رو شنیدم، تو اون دختر بیگانه نیستی، تو اون کسی هستی که مادر شوهر خودت رو برکت داری و تنها نذاشتی و خداوند تو رو برکت بده. برکت خدا رو برای او میطلبه. و همینطور شخصیت بوعز خیلی مهمه. وقتی وارد میشه با کارگراش رو از دور میبینه، نمیاد با یه اخلاق عبوس بیاد جلو، از راه دور میگه خداوند با شما باد، یه برکت میده کارگراش رو. و این خیلی دیدگاه قشنگیه برای ماهایی که هر کدوم از ما به هر سمتی مشغول هستیم، کسانی رو که با ما همکاری میکنن برکت بدیم در خدمتی رو یا کاری که با هم انجام میدیم. و تداوم پیدا میکنیم، میبینیم در فصل سوم مسئله ازدواج بوعز پیش میاد و این راه رو خدا استفاده میکنه برای اینکه نسل الیملک و نسل روث تداوم پیدا کنه. میبینیم خدا از مثل همون کاری که از نسل راهاب انجام داد، میبینیم راهاب فاحشه رو میاره تا بوعزی رو به دنیا بیاره و در قوم خدا به کمال جا بندازش، و از طرف دیگه یه زن خارجی رو میاره به نام روت و به صورت واقعا عجیبی اینها رو با هم متحد میکنه تا فرزندی به اونها بده که اون فرزند عبید هست و از طریق اون یسا و از طریق یسا داوود و از این طریق عیسی مسیح به دنیا اومد. دلن. کاری که خدا انجام میده خیلی عذر میخوام، کاری که خدا انجام میده از راه های بسته درهای عظیم باز میکنه.
چند تا درس میخوام اینجا بهتون بگم و با این رفع زحمت کنم. یکی که راحتی، آسایش و آرامش اراده خدا برای ما هست. بله. اما دنبال کشف راه حل برای خدا زیاد نباشیم. اجازه بدیم خدا به ما نشان بده راه رو. دوم اینکه رابطه روث و بوعز نشون دهنده رابطه کلیسا و عیسی مسیح است. بله. رابطه عاشقانه، رابطه بر مبنای وفاداری و از خودگذشتگی. کاری که بوعز برای روت انجام داد، از اون چی رو که داشت مال خودش بود، روت رو برکت داد و فراتر از اندیشه روت رفت. و می‌بینیم چه کار عظیمی انجام میده، نه فقط برکت دنیوی، بلکه برکت معنوی هم ایشون رو میده. و این کاریه که عیسی مسیح برای شما انجام داد، برای من انجام داد. زمانی که ما هنوز خودمون رو کارگر و عملی خدا تصور میکردیم که شاید بتونیم که کاری برای خدا انجام بدیم، خدا میگه که من برای تو پسر یگانم رو بر روی صلیب دادم. تو بخشیده شدی، تو مال من شدی، تو عروس منی. خدا میگه کلیسا عروس منه. فقط وفادار باش، فقط به خدا وفادار باش و از این برکات عظیم بهره‌مند بشو. بله. نکته سوم، در کتاب روت میآموزیم که کلام خدا میخواد به ما یاد بده اخلاقیات رو به جای رفاهیات پیروی کنیم. رفاه چیز بدی نیست. هیچ کس بدش نمیاد جای آروم بخوابه، لباس خوب، گرم، مناسب داشته باشه، اما اخلاقیاتمون رو برای رفاهیاتمون قربانی نکنیم. خیلی مهمه. وقتی بوعز میبینه یک زن اومده، یک زن جوان اومده، اخلاقیاتش رو زیر پا نمیذاره. میگه قانون داره، هر کاری با قانون باید انجام بشه. کسی دیگه ای هستش که باید از شما نگهداری کنه. اجازه بده اول بریم پیش ایشون. اگه ایشون نگهداری نکردن طبق قانون خدا، من با افتخار مراقبت از تو خواهم کرد. کار خدا کاری قانونمنده. پولس در قرنتیان میگه همه چیز به شایستگی و انتظام باشه. دنبال رفاهیات بودن بد نیست، اما اخلاقیات مهمتر از رفاهیات هست. نکته چهارم، نقشه الهی و چگونگی تکامل اون در پارامتر زمانه که میبینیم کار خدا در زمان پیش میره. ما به خدا زمان ندیم عزیزان، شایسته نیست، بلکه با زمان خدا حرکت کنیم. دقت کنید که روت به دنبال جوونا نرفت، به دنبال رفاه خودش رو، به دنبال اینکه آ زمان خدا اگه من بخوام بچه دار بشم از طریق یه جوان باید باشه، من جوونم، بلکه دنبال اراده خدا رفت. اخلاقیات رو فدای رفاهیات خودمون نکنیم. نکته آخر این هستش که شخص مؤمن وقتی موافق اراده خدا زندگی کنه، برای او پاداشی در نظر گرفته شده، به او داده خواهد شد. پاداش روت این بود که مادر بزرگ جده عیسی مسیح بشه. بله. زن خارجی. بله. در یهود جایی نداشت. میدونیم در کتاب، در انجیل میخونیم که یه زن فینیقی یا سوریه‌ای رو قوم یهود سگ میدونستن. بله. همینطوره برای روت. ولی روت میاد توی قوم خدا، آنچنان دخیل میشه که مادر جسمانی، مادر بزرگ جده جسمانی عیسی مسیح. بله. و این پاداشی هستش که برای شما در نظر گرفته شده. بله. عزیزان، همینطور که شهادت خواهرمون زهرا فربودی، بله، این خداوند چیزای عظیم برای شما داره. وفادار بمونید و ایمان دارم که خداوند همینطور که روت رو برکت داد، همینطور که نعومی رو حقیقتا نعومی و خوش و برکت یافته ساخت، همون رو برای شما در نظر داره. به شما آمین. آمین. بسیار کتاب روت دلپذیر و زیبا هست، همونطور که به هدایت روح القدس این کتاب نوشته شده. واقعا وقتی نگاه میکنیم رابطه یک ایماندار رو با خالق میتونیم درش، همونطور که شما فرمودید، کلیسا و خداوند میتونیم ببینیم. بسیار وفاداری روت برای ما حائز اهمیت هست و من واقعا لذت میبرم هر وقت که صحبت میکنیم. من خیلی برام جالبه که چطور خداوند وقتی در زندگی کسی وارد میشه، چنان عشق و محبت و ریخته میشه که رابطه مادر شوهر و حتی عروس میتونه اینقدر زیبا باشه، شکوفا باشه، ما متاسفانه زیبا باشه. متاسفانه در زبان فارسی خیلی میشنویم که نمیدونم مادر شوهرها اینطور هستن، عروسا اینطوری هستن، ولی این امکان پذیره که اگر ما در مسیح باشیم،
حالا چه به شوخی چه به جدی که در گذشته ما این گونه شنیدیم شهادت راجع به عزیزانمون رابطه شیرینی باشه. و من دیدم رابطه‌های خیلی زیبایی که یک مادر شوهر یک مادر زن با عروس یا با داماد خودش داره، چون که ایماندار هستن، همدیگر رو حمایت میکنن، با هم خدمت میکنن و عضو بسیار موثری در پیشبرد ملکوت خدا هستن. وقتی در مسیح باشیم برادر عزیز، همونطور که فرمودید خلقت تازه است و در خلقت تازه همه چیز امکان داره، مؤمن میتونه هر چیزی رو انجام بده. بسیار ممنونیم از محبت و در واقع تعلیمی که شما امشب با ما در میان گذاشتید و فیض بردیم. اجازه بدید یک تلفن هم جواب بدیم. دوست عزیز هست از ترکیه، شاید بخوام با شما هم صحبت کنم. مرتضی عزیز بفهمید از ترکیه. الو، سلام کشیش ناتان عزیز. سلام عزیزم، خدا رو شکر من به خاطر وجودتون، خدا رو شکر میکنم برای وجود کشیش منصور عزیز. خوشحالم که خداوند قدرت های خودشو یک جا در این برنامه جمع کرده. همیشه شنیده بودم از قدیم که وقتی مردی بسیار موفقه، یقینا زن پرقدرتی در کنار زندگیش هست. خدا رو شکر میکنم به خاطر خانم عزیزتون. بله. امیدوارم که همیشه سلامت باشین. مرسی. زیاد وقتتون رو نمیگیرم، میخوام شهادت بدم در مورد زندگی خودم، چون میدونم خیلی ها برنامه شما رو میبینن. همونجور که ما در ایران بودیم و به هیچ جا وصل نبودیم و فقط با دیدن برنامه های شما برکت میگرفتیم، میدونم خیلی ها هستن در ایران که نمیتونن به هیچ کلیسایی برن، چون درهای کلیسا متاسفانه به روشون بسته هست و جانهاشون واقعا تشنه کلامه، ولی متاسفانه راهی براشون نیست برای اینکه این کلام مقدس رو از بزرگانی مثل شما یاد بگیرن و تعلیم بگیرن. من قبل از اینکه ایمان بیارم متاسفانه بسیار بسیار آدم پرخاشگری بودم، همیشه در حال دعوا گرفتن بودم و در تمام درهای زندگی رو برای خودم بسته می‌دیدم و بارها بارها از خودم پرسیدم آیا واقعا خداوندی هست؟ اگه خداوند هست چرا صدای ما رو نمی‌شنوه؟ این همه نذر، این همه نیاز، این همه دخیل بستن و به زیارتگاه رفتن و ولی هیچ وقت جوابی نمی‌گرفتم. اگه یک زمان جواب می‌گرفتم، بعد یه مدت متاسفانه اینقدر شرایط بدتر میشد که از گرفتن جواب خودم نامید میشدم. بله. من میگفتم کاش که این جواب رو لااقل نمیگرفتم. تا اینکه به وسیله شخصی به نام علی عزیز بشارت به من داده شد و من قلبم به عیسی مسیح سپردم و منم خیلی شک داشتم اون زمان که قلبم رو سپردم. فقط یک جمله بود که لرزه شدیدی در زندگی من ایجاد کرد که اون عزیز گفت اگه شک داری ایمان بیار و ببین که خداوند من چقدر نیرومنده و اگه فکر کردی که من دروغ میگم برگرد و از اون به بعد هر چیزی که خواستی بگو، حتی منم باهات برمیگردم. و این ایمانش باعث تعجب من شد و من به عیسی مسیح ایمان آوردم و از اون به بعد تمام برکت‌ها در زندگی من سرازیر شد. منی که چندین سال بیکار بودم و از لحاظ مالی در فشار خیلی شدیدی بودم، درهای مالی به روی من باز شد. بعد از 2 هفته من از خودم مغازه زدم و چنان برکتی پیدا کردم که بعد از 1 سال مغازه من به 2 تا مغازه تبدیل شد. و بعد از 3 ماه من ازدواج کردم. به با خانومی که تو در زندگی خودم فکرش هم نمی کردم که بتونم همچین ازدواج موفقی داشته باشم، چون از هر لحاظی که فکر می کردم از من بالاتر بود. و خداوند چنان برکتی به ما داد که بعد از یه مدت خانم منم به عیسی مسیح ایمان آورد و برکت زندگی ما کامل کامل شد و الان در زندگیمون آرامش بسیار بسیار عظیمی هستش. و هر دومون در نام خداوند تصمیم گرفتیم برای اینکه همونجور که خداوند زندگی ما رو تغییر داد، ما در دست زورآور خداوند خودمون رو رها کردیم که خدمتگزار امین خداوند باشیم. شکر. و یه روزی در نام خداوند ظرف خداوند باشیم تا باعث نجات خیلی ها بشیم. من میخوام به اون برادر خواهری که نشستن و این برنامه شما رو میبینن و متاسفانه هنوز به خاطر شکهاشون ایمان نیاوردن، اینو بگم که تا وقتی که به صدای شیطان گوش بدن و به شکهای خودشون گوش بدن، هیچ وقت نمیتونن که اون بندها رو از دست و پای خودشون باز بکنن. کسانی که زندگی منو از قبل دیده بودن، وقتی الان منو میبینن تعجب میکنن و بارها و بارها از من میپرسیدن که چی شد، مگه گنج پیدا کردی؟ چی شد که اینقدر برکت گرفتی؟ چی شد که همه چیز زندگی درست شد؟ متاسفانه دوستایی که از قدیم داشتم اکثرا در زندگی هاشون مشکلات بسیار بسیار شدیدی دارن که
چون اون آزادی که باید نیست متأسفانه بعضیاشون هنوز کلام خداوند رو نشنیدن، قلبشون رو نسپردن به خداوند اون عیسی مسیح. بله. دعا میکنم در نام قدرتمند عیسی مسیح که روزی آمین. اونها هم به خداوند ایمان بیارن. آمین. و اینجا به اون برادر عزیز میگم که فقط یک بار امتحان میکنن. ما که همیشه متاسفانه تو چیزای بد اون قدیم همیشه امتحان میکردیم. بله. یک بار نام خداوند امتحان بکنن. آمین. یک بار الان فقط یک بار صدا بکنن عیسی مسیح. اگه تو واقعا خداوند هستی بیا خودتو به ما نشون بده. آمین. و از آمین. اون بعد خواهند دید که چه تغییرات عظیمی در زندگیشون اتفاق میفته. آمین. آمین. خیلی ممنون برادر عزیزم. مرسی، محبت کردید. جلال از آن خداوند، حتما به خانواده عزیزتون سلام برسونید. مرسی. آمین. خب کشیش منصور عزیز، اگر تشریف دارید، بله شهادت زیبای مرتضی را هم شنیدید که چگونه خداوند در زندگیشون عمل کرده. اگر فرمایشی دارید ما شما رو به دست خدا میسپاریم تا یه برنامه دیگه که در ماه سپتامبر در خدمت شما خواهیم بود. به امید خدا من منتظر اون فرصت میمونم. اگه اجازه بدید یه آیه از کتاب روت بخونم و با این تمام کنم حتما. و ممنونم از مطلبی که فرمودید که چقدر کلام خدا ما رو تشویق میکنه برخلاف فرهنگمون رفتار کنیم. و من عزیزان زیادی مثل همسر خودم رو در زندگیم دیدم که چطور رابطهشون با مادر شوهر و فامیل خوبه و این میتونه نمونه خوبی برای همه ای ما باشه. بله. اتفاقا این برادر مرتضی خیلی از شما کشیش منصور تشکر کردن و مخصوصا از همسرتون گفتن که پشت یه مرد موفق یا زن موفقه. شما رو گفتن. شما منم گفتن دیگه، ولی شما رو هم گفتن. آره. واقعا خیلی سلام به خواهر برسونید. واقعا به فیض خدا بیایم از نزدیک ببینیمشون. از ایشون هم خیلی برکت میگیریم ما. منم همینطور متشکرم از اینکه ما رو برکت دادید. برای همه بیننده های عزیزمون من دعایی رو که میخوام از کتاب روت بخونم برای همه شماست و برای همه عزیزانی که برنامه رو میبینن. در کلام خدا در کتاب روت باب 4 آیه 14 کلام خدا میفرماید که زنان شهر به روت اینطوری میگن، ولی این پیغام برای همه شما هست. به نعومی اینطور میگه و این پیغام برای همه شما برکت یافتگان هست و دعای من برای همه شماست. میفرماید که خدا را سپاس باد، او امروز به تو نوه ای عطا فرموده که حامی تو باشد. خدا او را در بین تمام قوم اسرائیل بزرگ و مشهور بگرداند. بله. عروست تو را دوست دارد و برایت از 7 پسر بهتر است. اکنون برای تو نوه ای به دنیا آورده که در پیری محافظ تو خواهد بود. بله. من امیدوارم که ثمرات زندگی و ثمرات ایمان محافظ و مبارک باشه در زندگی شما. بله، خدا برکت تو بده. همچنین در واقع دعا میکنیم که روز و شب خیلی خوبی داشته باشید. در هفته که پیش رو دارید خدا برکت تو بده تو یه برنامه دیگه. خدا نگهدار. خیلی ممنون. بله. خدا رو شکر. قبل از که بریم و یک کلیپی با هم مشاهده کنیم، اعلانات برنامه برگردیم و راجع مطلب ایمان و وفاداری صحبت کنیم، من میخوام یه بار دیگه اسلایدی که تهیه شده در مورد پیامی که کشیش منصور در مورد کتاب رود گفتم با هم نگاه کنیم پوینت با پوینت. اگر اتاق فرمان محبت کنن نشون بدن اون عنوان هایی که صحبت شد به این گونه هستن که در اسلاید ها میبینیم. بررسی اجمالی کتاب رود، بله، نویسنده در واقع گفتن که از شیوه نگارش مشخصه که ساموئل نبی بوده، چون مقایسه میشه با کتاب ایشون. بله، در این دوران بوده. میتونیم اسلاید بعدی رو نگاه بکنیم. بسیار زیبا، اتاق فرما، خیلی ممنون. آیه مهم رو همونطور که کشیش منصور گفتن اینه که گفت دعای من اینه که هر دوی شما ازدواج کنید و تشکیل خانواده بدید. چقدر دعای خوبیه. هدفم نشان دادن این هستش که در واقع اخلاقیات دوست و اطاعت توجه خاصی در واقع داشته باشیم در آسایشی که خداوند آرامشی که در زندگی ما میخواد بده یا وجود دارن. بله، اسلاید بعدی. آیه کلیدی، هر جایی که روی میایم، هر جا که منزل کنی منزل میکنم، قوم تو قوم من، خدای تو خدای من خواهد. چقدر زیباه که یک زن و شوهر، حالا اینجا راجع به عروس و مادر شوهر هستش، ولی یک زن و شوهر چنین با هم صحبت کنن. نه فقط همین، با اجازه کلیسا، ایماندارا، یک پوینتی رو بعد منصور گفتم، من اونجا گوشم زنگ زد، ایماندارا یاد بگیریم با هم دیگه در کلیسایی که خداوند ما رو میخونه اونجا وفادار بمونیم. از این کلیسا به اون کلیسا نریم، از اون شهر به اون شهر نریم. کشیش منصور خیلی زیبا گفتن، در همانجا وفادار بمونیم، خدا رو خدمت کنیم. با وفاداری ماست که خداوند شرایط رو عوض میکنه. اگر اسلاید دیگه هم هست نگاه میکنیم. بله، خیلی این قسمت به دل من نشست. خصوصیت کتاب اینه که رابطه بوعز و روت رو نشون میده با هم دیگه که خیلی زیبا هستش. ما میبینیم، بله، انتخاب اخلاقیات به جای رفاهیات هستن، که چقدر اهمیت داره این موضوع که در زندگی ما باشه، نقش الهی و چگونگی تکمیل آن
در پارامتر زمان کاملا مشهود هستش، جلال خدا اینجوری دیده میشه، بله، و پاداش شخص مؤمن هستش. چقدر عالیه، کلام خدا به کرات این رو به ما میگه. سلاید بعدی رو ما هم نگاه بکنیم اگر هست. نیستش، هستش. مطلب اصلی کتاب انتخاب صحیح و حکمت درست هست، نقشه الهی در رهبری رود به زمین بوعز، در واقع اشغال و اشتغال و حرمت یافتن رود در زمین بوعز و اطاعت یافتن، اطمینان یافتن، در واقع التفات یافتن، favor of God. چه قشنگه التفات، عبارت قشنگه. نزد بوعز هستش، ازدواج او با بوعز هستش، تولد پسری برای بوعز به نام عبید هستش که در واقع پدر بزرگ روت محسوب، نه پدر بزرگ اشتباه نوشته شده، بله، پدر بزرگ داوود هستش، بله بله، شجرنامه داوود هستش از نسل بوعز و روت. خیلی زیبا، بله، خدا رو شکر. بله، میبینید که در واقع کتاب مقدس هر قسمتش برای ما پیامی داره و حتی این نسلا بعضی وقتا ما ببخشید این صدای شما تو گوشم هستش، اینو ببخشید. بعضی وقتا این اسما خیلی مهمه. بعضی وقتا ما از اسما میگذریم، از نسب نامه مثلا نازنین قشنگ، یعنی بله، خوب مثل شما. ولی چیز جالب اینه که بوعز پسر راهاب بودش. راهابی که روسپیگر بود در کتاب یوشع اونو میخونیم، بله، و میبینیم که راهاب با یک یهودی ازدواج میکنه، بله، بعدن سلمان، و پسری میزان که بوعز هستش، بله، و این بوعز نقشه خدا عالیه، میدونی؟ میدونی چطور خدا آدم ها رو به هم پیوند میده و چطوری خدا از اونا جلال پیدا میکنه. من میگم اگه ما مطلبمونم ادامه هم ندیم راجع به همین مطلب رود صحبت کنیم و اون اعجاز خدا، اون عشق خدا، محبت خدا که در این کتاب به صورت سمبولیک حتی میتونه برای ما و ایماندارا باشه، کار اشتباهی نکردیم. میریم با هم برمیگردیم. عزیزا میخوام در دقایق بعدی که پیش رو داریم تلفن‌های شما رو جواب بدیم. اگه میخواهید رو خط بیایید صحبت بکنید و از کار خدا بگید، همونطور که فاطمه جان گفتن، زهرا جان گفتن، مرتضی و دیگران، و همینطور مطلب ایمان و وفاداری با هم بررسی میکنیم. جایی نرید، برمیگردیم. سیمای مسیح، مظهر ذات خدای نادیده، برنامه متنوع با موضوعات جالب برای جامعه فارس زبان، با کشیش الناتان و نازنین باقستانی، هر دوشنبه شب ساعت 9 به وقت ایران با پخش زنده از شبکه محبت همراه شدید. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای شبکه محبت www.mohabbat.tv مراجعه فرمایید. بله بله بله، برمیگردیم، در خدمت شما هستیم. تلفن‌های ما بازه. خانم فاطمه بازم هستید، بفرمایید. از سوئد در خدمت شما هستیم، کوتاه فرمایشتون رو بگید. بله سلام، من خواستم برام دعا کنید برای بیماریم و برای زندگی ما ازدواجم و برای دوستم هم دختر خواهر پوران که نابینا هستم، برای چشماشون دعا کنه، برای خواهرم خدیجه که ایماندار هستن، بله، و شوهرشون صفا و پسرشون شایان، و برای دوستای خوبم مرداد و رضا دعا کنه که ایشون ایمان بیارن. من که برای خانواده خودم که خیلی مخالفت شدید با مسیحیت دارم، میخوام برای اونا، برای برادران، برای خواهرم دعا کنید که چشمای اونا باشه. آمین. خداوند نور در زندگی اونا بتابونه. میخوام برای همه عزیزان، من سوالاتم خیلی زیاده و فاطمه جان خواهر عزیزم، خیلی ممنون برگشتید. چون موقعی که شما شهادت میدادید خداوند چیزی تو قلبم گذاشت به شما بگم، ولی چون که میخواستیم اون روند برنامه رو بریم، احساس کردم که این کار رو شاید بعدم بکنیم، ولی خوشحالم برگشتید. من نمیدونم ضعف شما چیه، بیماری شما چیه، ولی یک چیز رو میدونم. من بیماری جانم بفرمایید. گفتید بیماریتون چیه؟ بیماری تلسمی. بله، میخوام اینو به شما بگم، خداوند در قلبم گذاشت که این پیامو با شما در میون بذارم. خداوند میگه به ضعف خودت نگاه نکن فاطمه جان،
میدونه که ایمان تو چقدر قوی هست، خداوند اینو میدونه که تو چقدر وفادار بودی، ولی خداوند میگه چشماتو به بالا بینداز، به من نگاه بکن، قوت من در ضعف تو کامل میشه. کافیه که به ضعف خودت نگاه نکنی، بلکه به قوت من نگاه کنی. من همین الان دعا میکنم در نام قدوس عیسی مسیح، به همون اقتداری که او به من داده، که دعا بکنیم با هم در نام قدوس عیسی بطلبیم، همین الان شفای خدا در زندگی شما جاری بشه، از فرق سر تا به نوک انگشتای پا. هر چیزی که در بدن تو نمیخواد خوب عمل بکنه، نمیخواد به اطاعت تو در بیاد، به اطاعت خداوند در میارم الان در نام قدوس عیسی مسیح. تمام سلول ها، تمام رگ ها، تمام اعضای بدن تو رو در قدرت نام عیسی مسیح، هللویا، در قدرت نام عیسی مسیح الان شفا رو جاری میکنم. به نام قدوس عیسی مسیح شفای خدای قادر و مطلق، او که همین الان در میان ماست، در وسط ما ایستاده، داره میشنوه، در نام عیسی مسیح جاری میکنم، تا اینکه برای جلال خدای پدر این شهادتی باشه که همه فامیلی که میگه نمیخوان ایمان بیارن، هر کسی که شک داره ببینه که عیسی خداوند زنده است. امید. در نام قدوس عیسی مسیح این دعا رو میکنیم. ایمانداران خادمی که نگاه میکنید، با هم آمین بگیم، بذاریم خدا جلال پیدا بکنه در بین ایران و ایرانی، در زندگی این دختر عزیز خدا که این گونه خداوند رو انتخاب کرد. شما رو دوست داریم، به دسته خدا میسپاریم تا اینکه به زودی بیایید و شهادت بدید. خواهر عزیزم آنا مطلبی نوشته، اینقدر طولانیه من نمیتونم فینگلیش بخونم، ولی فهمیدم که شهادت شما هستش. اگه زودی بدید آنا عزیزم تو یک برنامه اصلا شما رو بیاریم روی اسکایپ شهادت بدید، که این اصلا لازمه، باید این کار زودتر از این میکردیم. ما چند هفته است راجع به ایمان صحبت میکنیم، در کلیسا، در زندگی خودمون، در تلویزیون این مطلب رو باز کردیم، من میخوام ادامهش بدم به فیض خداوند. اون چیزی که در قلبم هست، من نخواستم که یه طوری بشه صحبتامون به کتاب روت همون طوری باشه که کشیش منصور میگن، ولی در کتاب روت ما ایمان و وفاداری رو به صورت خیلی قوی میبینیم. یعنی وقتی ما مشاهده میکنیم چه نعومی رو و چه حتی خود روت رو و حتی بوعز رو، که چگونه در واقع هر سه تا اینا با ایمان، چون ایمان دارن به اون چیزی که خدا براشون در نظر داره، با وفاداری در حضور خدا میمونن. و اون وفاداری همونطور که کشیش منصور گفتم، بعضی از نکات ایشون نوشتم، وفاداری در واقع پاداش رو به هر مقام میاره. میدونید خیلی از ما ایماندار هستیم، به عیسی مسیح ایمان داریم و سال هاست که او رو پیروی میکنیم، حتی خدمت میکنیم، ولی یک از چیزایی که خداوند میخواد در موضوع ایمان، که مبحث خیلی مهمی از تو زندگی هر ایمانداری، کلام خدا میگه در آخر سه چیز میمونه: ایمان، امید، محبت. دیشب در کلیسا هم به نوعی راجبش صحبت کردم از کتاب یعقوب. و اون چیزی که ما امروز برای دینداری بهش احتیاج داریم روی زمین، تا مادامی که به حضور خداوند و خالق خودمون میریم، ایمان و امید هستش. محبت هم وجود داره البته، ولی در آیه وقتی به آسمان میریم میگه به ایمان و امید احتیاج نداریم، چون امید خودمون رو به دست آوردیم، ایمان خودمون رو داریم میبینیم پیش رو، و مستقیم دیگه با خالق خودمون، با خداوند ایجاد دهنده خودمون روبرو هستیم. اما یکی از میوه های در واقع ایمان وفاداری هست. اگر ما ایمان داریم که خداوند عمل میکنه، مثل فاطمه عزیز ما که اینگونه میخوان از ما، میگن کلیسا خادمین برای من دعا بکنید تا شفای خدا جاری بشه، دعا بکنید فامیل من نجات پیدا کنن، فرزندان پوران خانم شفا پیدا بکنن، نجات پیدا بکنن، آن چی که کمک میکنه و میوه روح القدس هست، تا اینکه ما بتونیم در واقع اون ایمان خودمون بهش دست پیدا بکنیم که برای یک مبنای گذاشتیم، وفاداری هستش. در واقع وقتی به کتاب غلاطیان فصل 5 آیه 22 نگاه میکنیم، یکی از میوه روح همانا در واقع وفاداری هستش. ما در واقع تعریفی که در وفاداری میتونیم اینجا با شما در میون بذاریم، تعاریف مختلفی شاید در فرهنگ لغت داشته باشه، در خود کتاب مقدس، در یک جمله میتونیم اینطور بگیم: وفاداری پیروی کردن با پذیرفتن تعهد حتی در مشکلات هستش. پس من دوباره میگم، پیروی کردن با پذیرفتن تعهد حتی در مشکلات هستش. مشکلاتی که همه ما باش دست و پنجه نرم میکنیم، روت هم دست و پنجه نرم کرد، مشکلات مالی بود، مشکلات تنهایی بود، مشکلات آینده بود، از دست دادن عزیزی بودش، ولی میبینیم چگونه او که پیرو خالق آسمان و زمین هست، او که پیرو آن عشق و محبتی هستش که مادر شوهرش براش در واقع به جا گذاشته، با پذیرفتن یک تعهد حتی در مشکلات میسته و خداوند خودش رو میپذیره. پس وفاداری یک تعهد میخواد. اگر میخوایم در وفاداری با عشق باید جلو رفت، بدون عشق نمیشه رفت. ببینید ازدواج‌ها امروز خیلی زیادن،
ولی متاسفانه چیزی که در نسل امروزی ما وجود داره، خیلی هم البته ازدواج نمیکنن، در نسل امروز ما وجود داره اینه که مردم چیزی رو شروع میکنن با عشق و محبت اما با وفاداری ادامهش نمیدن. مثلا در غرب که دیگه در واقع همه میدونن دیگه، حالا فردا می‌نویسن کشیش باغستانی گفت که در غرب محبت و وفاداری نیستش. خب این همه میدونن دیگه، در روزنامه‌های ایران می‌نویسن گاهی وقتا از جانب ما. در واقع پس امروز دیگه وفاداری خیلی چیز شده، مردم ازدواج میکنن شاید یه هفته بعد، دو هفته بعد، حالا تو ایران شاید این کار نمیکنن، میرن صیغه میکنن، یه کار دیگه میکنن. ولی بیوفایی یکی از اون چیزهاییست که علامتهاییست که در زمان آخر در واقع انجیل برایش نبوت شده، پیشگویی شده و عیسی مسیح گفت در زمان آخر محبت ها سرد میشه. دقیقا. چون وفاداری از محبت میاد، جایی که محبت نباشه اون وفاداری یک وظیفه است، یک اجباره، میدونی؟ و وقتی تو اجبار باشه، وقتی مذهب یک اجباره دیگه، مذهب یک باری رو شما میذاره، چون از قلبت نمیاد، از محبت نمیاد، یک چیز بیرونی هستش. و وقتی تو وفاداری محبت نباشه، یک چیز بیرونی باشه، یک وظیفه باشه، یک اجبار باشه، بالاخره آدم خسته میشه. بله. و میکشه بیرون. ببین ایمان، آمین، ایمان یک واکنشی، یک سخنی در پی خودش داره. اگر من در ایمان هستم، در ایمان به ایمان، از جلال به جلال، از ایمان به ایمان دارم میرم، سخنی که از زبان من میاد، اعترافی که از زبان من میاد، همونه که رود گفت. گفت قوم من، قوم تو، قوم من، من و تو یک هستیم. میدونید آنچه را که خدا پیوند داد انسان جدا نمیکنه. پس من اگر ایمان دارم که خدا میخواد شفای منو بده در بزودی و من شفامو دریافت میکنم، اعتراف من چی میگه؟ خداوندا من به کلام تو ایمان دارم، من میپذیرم چون تو گفتی میشه. و من در این برنامه یه بار گفتم موقعی که خیام داد جو گرفته بود و به هر حال ناراحت بودیم از وضعیت که تو ایران بود، امروز هم ناراحت هستیم، این رو گفتم، گفتم که خداوند گفته من ایران نجات میدم، گفته من روح خودم رو میریزم، مردم به من ایمان میارن، تخت سلطنت خودم رو در ایلام، در ایران بنا میکنم و هیچ کسی نمیتونه جلو خدا رو بگه، چون خدا گفته. پس اگر خداوند میگه به زخمای او ما شفا یافتیم، شفا از آن ماست. اما اعتراف من مهمه این وسط. اگر من اعتراف به این میکنم که حالا ببینیم شد شد، نشد نشد، چون اعتراف ما ایمان ما رو نشون میده. خب وقتی ایمان داریم ما اعتراف میکنیم، به زبان میاریم. بله. و اون جاری میکنه ایمان ما رو، معجزه خدا رو. آمین. پس کلام خدا چی میگه؟ میگه به دل ایمان آورده میشود و به زبان اعتراف میشود برای نجاتمون، اینه دیگه، درسته؟ دیروز هم در کلیسا گفتم. پس اگر ما به دل ایمان میاریم بر وعده های خدا، باور میکنیم، در وفاداری ما، در زبان ما، اون چیزی که بیرون میاد همینه که رود گفت. خداوندا، امروز ما اینو میتونیم بگیم به جای که رود اون رو گفتش، اون جمله، خداوندا کلام تو کلام منه. مسیح گفت پدر در یوحنا باب 17، من دعا میکنم که ایشان را یک کنی چنان که تو در منی و من در تو هستم، ایشان در من باشن و ما در ایشان باشه. درسته؟ این دعای مسیح هستش دیگه. پس همینه که رود گفت قوم من قوم تو، قوم تو قوم من. و ما میبینیم که امروز اگر ما با ایمان روی یک چیزی استادیم تا از خدا دریافت کنیم، در نهایت اعتراف زبان ما هم به همین شکل عمل خواهد کرد. آقای امیر رو جواب میدیم و به من پس خودم ادامه میدیم. آقای امیر بفهمید، در خدمت شما هستیم. سلام برادر. درود بر شما عزیزم. مرسی. مرسی. بفرمایید. حالت خوبه آقای بارستانی؟ برادر جان خوبه؟ خواهر، خوب شما؟ خوب، متشکرم، ممنون. جانم بفرمایید. خیلی خوشحالم که خدمتتون رو میشنوم. من یه فقط خواستم یه برکت همه که خداشای دیروز گرفتم به برادر خواهران بدم که میشنم از صدای منو. بفرمه میشنم یه مایزم. یه خواهش میکنم برادر. من دیشب، من چند سال ایمان دارم، یه چند مدتی بود به خاطر جفا و اتفاقاتی که برام افتاده بود یه خورده رفته بودم، در گناه نبودم ولی خب از دست خیلی ها ناراحت بودم، از دست چند تا از برادرها و از دست خیلی از حالا برادرها غیر ایمانی بود و یه جوری واقعا این داشت تحت سر من گرفته بود و واقعا ناراحت بودم، نمیتونم چیکار کنم. که واقعا دیروز بود گفتم خدا من کجا هم؟ منی که فرزند تو هم، فرزند پاکی تو هستم، چرا من اینجا هم؟ چرا
جوری شده که من نمیتونم دیگرانو ببخشم. واقعا به فیض تو نیاز دارم. میخوام که دست تو بگیری رو سرم. میخوام لمسم کنی. همون لحظه زده بودم کانال نجات تیوی. داشتم که برادر رضا صفا رو میدم. شبان رضا رو میدیدم. همون لحظه شبان رضا اسمم رو صدا زد. گفت حمید خدا من دوست نداره. الان صدا تو دارم میشنم. یه حمیدی هست که نیاز به بخشش داره. گفتم خدا من واقعا تو اینقدر بازی با من صحبت میکنی؟ اینقدر واقعا منو دوست داری؟ بله. و خدا رو شکر میکنم برادر واقعا سر تا سرم و یه گرمای خاصی گرفته بود که گرماش مثل زمان اوائل ایمانم بود که روح القدس وقتی دریافت کردم تعمید روح القدس یافتم همین حالت بودم یه حالت اصلا مو به تنم سیر شد بله و خدا رو شکر میکنم به خاطر خداوندمون مسیح که واقعا محبتش و فیضش رو سر ایمان دارست و یه پیشنهادی دارم واسه دوست اونا که ایمان نمیارن به مسیح خداوند و بله. ازشون میخوام که با قلبی باز با فرق نمی کنه خداوند مثل منی که گناهکار بودم خداوند بخشیدم بله. من از همه میخوام که واقعا اجازه بدن خداوند تو زندگیشون کار کنه علاقه برای یک بارم که شده مسیح رو صدا بزنم آمین. من ایمان دارم که هم شفا میده شکر قلبا رو لمس می‌کنم آمین. آمین آمین مرسی برادر جوانم مرسی عزیزم حمید جان خدا برکتتون بده مرسی که برنامه ما رو تماشا می‌کنید و به خاطر این شهادت که دادید خدا برکتتون بده حالا که راجع به نجات و تلویزیون نجات صحبت شد دوستان عزیز موعظه‌های بنده و یا نازنین جان کسی که در کلیسای سفیران مسیح هر هفته در واقع منظر می‌کنن تهیه میشه به صورت فیلم در شبکه نجات لطف میکنن عزیزان نشونش میدن در شنبه ها و یک شنبه ها احتمالا میشه یک شنبه صبح و یک شنبه شب چون اینجا شنبه هستش پس عزیزان اگه اطلاعات کافی رو لازم دارید و اگر ندارید هم میتونید با ما تماس بگیرید به شما میگم یا از طریق وبسایت ما و وبسایت نجات نگاه میکنه حالا که داریم تبلیغات بازرگانی میکنیم در تلویزیون 107 هم بنده برنامه دارم به نام مردان خدا کلام خدا حتما این شبکه خوب رو تماشا بکنید برنامه رو تماشا بکنید و نظرات شما رو میخوام بدونم دیگه اینقدر زیاد شدن میشن من اصلا از دستم در میره در خود آمریکا در شهر گلندل و بربنک همینطور شما در کیبل میتونید برنامه بنده رو نگاه کنید و باعث برکتتون بشه امیدوارم سه شنبه شب ایران ساعت 9 ما کلیسای اینترنتی داریم و خدا رو شکر میکنیم که هر هفته زیاد میشن از سوئد عزیزانی هفته گذشته ما ملحق شدن از کشورهای مختلف خدا رو شکر میکنیم برای وجودشون عزیزانی که شبان ندارید و کلیسا ندارید ما اینجا هستیم تا شما رو خدمت بکنیم بسیار عالی میریم ما هم دیگه ادامه بدیم مطلب ما رو من راجع به یوسف میخوام یه مثال بزنم مثلا اینجون یوسف یعنی نمونه ها زیادن شما خودتون چند نفر رو در ذهن داشتید که راجبش صحبت کنید و در کلام خدا ما زیاد ببینیم چون خداوند ایمان وفاداری رو آمین چون خداوند از افراد وفادار استفاده میکنه میدونی خداوند میگرده به استعدادهای ما نگاه نمیکنه چون خداوند میتونه از هیچ چیز بهترین ها رو بنا کنه درست آمین. کنه آمین. پس خداوند دنبال وفاداریه دل. دنبال داوود دل وفاداری داشت بله. ابراهیم حالا من وفادار بگم بود دیگه. موسی وفادار بود بله بفرمایید عزیز دل من یوسف بسیار زندگی جالبی داره من میخوام چند لحظه در چند نکته خیلی مطلب گسترده است اگه بخوام راجع به یوسف صحبت کنیم من اینجا هم توی کامپیوترم دارم و هم در واقع در نوشته های خودم یوسف یکی از کسایی هستش که وقتی راجع به ایمان او خدا به رویایی داد اشتباهاتی کرد یکی از اشتباهاش که منم بارها کردم این بود که رویاشو به دیگران گفتش و این موضوع باعث شد که تو مشکل بیفته اما وقتی راجع به وفاداری و ایمان رویای یوسف صحبت میکنیم این وفاداری میتونیم در کجا ببینیم وفاداری او نسبت به پدرش وفاداری او نسبت به خانوادهش با اینکه به او بدی کردن وفاداری او نسبت به خداوند خودش که بهش رویا داده بود بهش گفته بود که من تو رو بلند میکنم سر بلند میکنم تا حتی دیگران از تو زانو بزنن و این اتفاق میفته در انتهای داستان ما اینو میتونیم از کتاب 37 پیدایش به بعد نگاه کنیم تا فصل 40-41 و وفاداری او نسبت به صاحب کارش و ناموس صاحب کارش که خانم اومد پیشنهادات آنچنانی کرد حتی وفاداری یوسف رو در زندان میتونیم ببینیم یعنی این مرد میخوام اینو بگم چرا اینا رو دارم اشاره میکنم وقتی که ما ایمان داریم
در هر شرایطی تحت هر شرایطی وفادار میمونیم. اگر خدا به من گفته من سالا پیش در واقع اسرائیل رفتم و یک بارم بیشتر نرفتم، میگن چند بار رفتی ولی من یه بار رفتم، ولی میخوام بازم برم اگه خداوند پولشو برسونه. در روزنامه ایران نوشتن چند بار رفته رابطه نزدیکی با موساد داره از این حرفا و میخندونن ما رو. ولی مطلبی که اونجا وجود داره این هستش که راجب یوسف که صحبت میکنی و مبحثی که اینجا وجود داره راجب وفاداری او، ما میتونیم اینو ببینیم که چگونه مردی که خدا بهش رویا داد، خدا ایمان رو در قلب او به وجود آورد، تا به اون جایی که خدا در واقع براش برنامه داره و در قلبش هستش وفادار موندش، و به خاطر وفاداری او بود که خدا او رو سربلند کرد. امروز شما اگه به اسرائیل هم برید، یکی از میوه‌های وفاداری یوسف در زندان و غیر و ذلک به اینجا میرسه که امروز مردم دنیا نجات دهنده عالم رو از نسل یوسف ها و روت ها و داوود ها و غیره ملاقات میکنن و میبینن. ولی اگر بخوایم یوسف رو، داستانش رو از نظر تشبیهی، زبان سمبولیک، با زندگی عیسی مسیح بخوایم در واقع مقایسه بکنیم، خیلی زیاده، ولی من 3 نکته رو میخوام بگم. اول میبینیم که یوسف، برادران یوسف هم او و هم خوابهاشو رد میکنن. در مورد عیسی مسیح هم اتفاق میفته. یک اتفاق که میفته اینه که قوم اسرائیل رو رد میکنن، برادران خودش که از اونجا به دنیا میاد اون رو نمیپذیرن، ولی عیسی مسیح وفادار میمونه. یوسف با اینکه برادرش ردش میکنن وفادار میمونه. دوباره تصویر دومی که میتونیم از یوسف پیدا بکنیم که مردم در ابتدا یوسف رو تحقیر میکنن، او به بردگی میره، او به زندان میره، او به جای مختلف میره، تا اینکه در واقع میبینیم، ولی در نهایت با این حال خدا در زمان معین یوسف رو سربلند میکنه و نفر دوم مصر میشه. عیسی مسیح رو مردم تحقیر کردن، گفتن مصلوبش کن، ولی میبینیم عیسی مسیح امروز خداوند و رب جلال هست. هر زانو یه روز خم میشه عزیزان. اگه امروز نمیشه یه روزی در آسمان، ولی اونجا با اشک و آه خواهد بود، اونجا با تأسف خواهد بود، دیگه چاره‌ای وجود نداره جز این که ما در واقع شرم رو بر خودمون بپذیریم. نکته سوم، شباهت سوم اینه که میان نجات دهنده و یوسف در واقع میبینیم که چقدر بی‌نظیره. همین یوسفی که مردم ردش کردن نجات دهنده خانواده‌اش شد. باعث شد وفاداری و خانواده‌اش نجات پیدا بکنن. و بعد میبینیم که نه فقط همین موضوع، بلکه عیسی مسیح هم همینطور. وقتی قوم او رو ردش کردن، او رو مصلوب کردن، روز سوم از قبر برخاست، نجات دهنده قومش شد، نجات دهنده دنیا شدش. میخوام به شما بگم نازنین جون، به عزیزانم بگم که ایماندار با وفا یا وفادار در نهایت پاداش خودش رو کسب میکنه. امید. در نهایت جلال خدا تاج عزت رو دریافت میکنه. و بعد وقتی مطالعه میکنیم زندگی یوسف رو و میبینیم که چطور در ایمان و وفاداری ما رو تشویق میکنه. میدونید بازم میگم اون چیزی که ابتدا گفتم اینه که در واقع ایمان یوسف همراه بود با وفاداری. اگر ما ایمان داریم بر مطلبی، ایمان داریم خانواده ما نجات پیدا کنه، ایمان داریم که از نظر مالی فقر ما رو خدا برده، اگه ایمان داریم که شفای ما رو بده، آنچه که ما را موفق و کامیاب میکنه در نهایت صبر ما هستش، وفاداری ما هستش، موندن در اون جایی که در اون موضعی که خدا برای ما در نظر گرفته. آمین آمین. من به فکر همین کتاب لوقا افتادم، انجیل لوقا، که مسیح حکایتی رو تعریف میکنه و این صاحب باغ میاد قنطارها به عزیزان میده و بعضی از این قنطارها استفاده میکنن، ولی یکی میاد اونو فقط مخفی میکنه و خداوند میگه که اگه در چیزهای کوچیک وفادار باشی، من تو رو به چیزهای بزرگ میگمارم. چقدر مهمه در چیزهای ما باید وفاداری رو یاد بگیریم و از چیزهای کوچیک شروع میشه. میوه روحه. و خداوند یه دفعه یه چیز بزرگی به ما نمیده. خداوند ما رو امتحان میکنه. و تو مکاشفه میدیم بارها و بارها خدا گفته که هر که تا به انتها صبر کند. این وفاداری شخص رو نشون میده. هر که تا به آخر وفادار باشه به کلام من، به آنچه که من گفتم، تا به آخر به من ایمان داشته باشه نجات خواهد یافت. آمین. وفاداری خیلی چیز مهمیه و
همونطور که ایمان از شنیدن و شنیدن از کلام خداست، وفاداری هم از کلام خدا نشأت میگیره. هرچی ما بیشتر به این کلام عشق میورزیم، به این کلام وفادار هستیم، بیشتر اون وفاداریای ما رشد میکنه. میتونیم، خدا میتونه به ما اعتماد کنه. نه، یه کارفرما وقتی ببینه که ما به کارمون وفادار نیستیم، هیچ وقت نمیاد ما رو پروموت کنه، به ما کارهای بزرگتر بده. نه، ما تو همون جایی که هستیم بله درجا میزنیم. بله. ولی هرچی ما وفادار باشیم، امین باشیم در کلام خدا، اطاعت کنیم، خداوند چیزهای بزرگتر به ما میده. بله. من تو قلبم هست اینجا با هم چند لحظه دعا بکنیم قبل از که برنامه ما تمام بشه. میدونید که ما هرگز برنامه‌مون رو بدون دعای توبه تمام نمی‌کنیم. چرا؟ اگر شما عزیزی هستی که الان در حضور خداوند نشستی، شاید داری اشک هم می‌ریزی، من احساس می‌کنم هستن عزیزانی که دلشون شکسته، قلباً در وجود خودشون کاملاً آزرده خاطر هستن به خاطر بی‌وفایی‌ای که دیگران نسبت بهشون کردن، خداوند پیغام برای شما داره که هر کس اگر تو رو ترک کرده، نسبت به تو بیوفا بوده، من نسبت به تو وفادار هستم. وفاداری رو میشه از خود خداوند آموخت، از حضور شیرین عیسی مسیح روی زمین که در میان ما جسم پوشید و در نهایت روی صلیب به خاطر گناهان ما مردش. ما میتونیم وفاداری رو الگو بگیریم از مردان خدا و زنانی که در کلام خدا اسمای اونا کاملا نوشته شده. اگر شما نسبت به خداوند بیوفا بودی و ایماندار هستی، امشب کافیه که به حضور خدا برگرده، بگی خداوندا من قلب وجود خودم به تو میدم. عیسی مسیح میفرماید بر در قلبت استاده میکوبم، اگر در را باز کنی وارد قلبت میشم. عیسی مسیح آمد تا حیات به ما بده و حیات وافر بده. عیسی مسیح آمد تا زندگی ما را لمس کنه و از اون جایی که هستیم تبدیل کنه به اون جایی که او میخواد ما باشیم. شاید شما امروز در پایین ترین جا هستید، خودتون در قعر جهنم و تاریکی و غم و غصه میبینید، اما عیسی مسیح میخواد شما را سرفراز بکنه. عیسی مسیح نیومد من و شما را محکوم بکنه، عیسی مسیح اومد تا ما را نجات ببخشه. حالا برای اینکه این اتفاق در زندگی ما بیفته، کافیه در قلبمون رو برای عیسی مسیح باز کنیم. میتونید اینطور دعا بکنید و از عیسی بخواید که وارد زندگیتون بشه، کاری رو در زندگیتون انجام بده که هرگز اون رو ندیدید، چیزی که کاری که هرگز چشمی ندیده، گوشی نشنیده، خداوند میخواد برای شما امشب انجام بده. امید. کافیه در قلب خودتون رو باز کنید. ای خدا. بگید عیسی مسیح. عیسی مسیح. از تو دعوت میکنم. از تو دعوت میکنم. که وارد قلب و زندگی من بشی. من تو رو به عنوان نجات دهنده خودم میپذیرم. غم‌های خودم رو. دردهای خودم رو. تمام دل شکستگی خودم رو به تو میسپارم. از تو میخوام ای خداوند، با حضور شیرین خودت زندگی من رو متحول بکن. ایمان دارم و وفادار خواهم موند، چون که تو زنده هستی، چون که تو ابتدا وفادار بودی. میخوام که من از روح القدس پر کنی، از من آنی بسازی که تو میخوای. من با ایمان میپذیرم. متشکرم که من رو رد نمی کنی، بلکه همونطوری که هستم میپذیرم. تو رو شکر میکنم در نام عیسی مسیح. دعا میکنیم برای عزیزان ما، برای فاطمه جان و خانوادهش، برای امیر عزیزم، برای مژگان، برای حمید در ایران، دیوید و آنا و بسیاری که امروز انتظارشون اینه که خداوند تو در زندگیشون عمل بکنه. برای پوران دعا میکنیم، برای دختر خواهرش خداوند. بله خداوند. او مسیح زنده، چشماشو باز کن. برای زهره دعا میکنیم. برای عطیه دخترش، ای خداوند، این جدایی رو میبندیم در نام عیسی مسیح. و میخواییم که این ازدواج شفا بدی. برای بله هنگامه بله عزیز بله دعا میکنی، برای شکر. آرامشش ای خداوند، و شوهرش از اعتیاد آزاد بشه ای خداوند. برای بله منظر دعا میکنیم،
ای خداوند شفای تو جاری بشه، تو خدای شفا دهنده ای هستی. هللویا، شکرت میکنیم برای این دوست عزیز که از آلمان تماس گرفتم و میخوان صدای تو رو بشنون. به نام مسیح ای خداوند تو عمل کنه. ای خداوند برای ویگن دعا میکنیم که او رو از هر اسارت اعتیاد آزاد کنی. خداوند برای نجمه، نرگس و نغمه خداوند او مسیح زنده، این سه خواهر رو تو مبارک بساز، تو بلند کنه خداوند، مبارک بساز ای خداوند. برکت خودتو جاری میکنه برای آرش که در چین خداوند در بیمارستان هستش. ای خداوند شاید خانواده ای نداره، دوستی نداره، ولی تو در کنارش هستی. خداوند رو دعا میکنیم همین لحظه دست بذاری او رو شفا بدی از سر تا پا. گلوبول های قرمزش رو خداوند رو تو زیاد کنی، کاملا شفا بده. خداوند تو رو آفریدی، خداوند تو خدای قادر مطلق هستی. ای خداوند برای عباس و امیر نیز دعا میکنیم که خداوند رو میخوان از تو برکت بگیرن، تو وارد قلب و زندگیشون بشی، فکر مسیح رو بهشون بده و اونها رو عوض کن، تبدیل کن ای خداوند. شکر گذاریم در نام عیسی مسیح. برای خواهرمون شکوه دعا میکنیم در بیمارستان. ای خداوند همین لحظه خداوند این خانم رو تو شفا بده، تو قادر کاملا خداوند اون طرفی که فرج شده خداوند تو شفا بده. خداوند مغزش که تو آفریدی خداوند تو از نو بیافرین و این زن رو خداوند بلند کن در نام عیسی مسیح. بله عزیزان، اگر برای شما دعا شد یا با ما همدل بودید و دعا کردید، با ایمان دریافت کنید و وفادار بمونید تا خداوند عمل کنه. فکر کنم یکی دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. خانم مژگان خیلی کوتاه بفرمایید، معروفه برای شما دعا کردیم. خانم مژگان خیلی کوتاه. سلام علیکم. درود بر شما، بفرمایید. الو بفرمایید. سلام. بعد از موقع من تازه ایمان آوردم، یعنی همسرم و بچه هم هنوز ایمان نیاوردن. میخوام براشون دعا کنید که اونا هم ایمان بیارن. آمین. زندگی من سر تا سر، سر تا سر لطه پای خدای. من از همون اولش هم میدونستم که خدایی زنده هست که میتونه همه مردم رو شفا بده، همه مردم رو کمک کنه. و الان که بهش رسیدم واقعا خوشحالم، خیلی خوشحالم. خدا رو شکر، خدا رو شکر. دعا میکنیم. کلام خدا میگه ایمان اول که تو و اهل خانه نجات پیدا میکنه. من دعا میکنم همونطور که دعا کردیم در ادامه که عزیزان شما نیز نور محبت مسیح رو بچشن، از میوه که در زندگی شما آشکار بشه. عزیزان اگه با شما دعا کردیم، احتیاج به کتاب مقدس دارید، به شماره تلفنی که پایین صفحه تلویزیون هست که متعلق به این برنامه است علل خصوص میتونید تماس بگیرید. دوستان من هستن که شما راهنمایی کنن، به شما بگن قدمای بعدی برای ایمانتون چی هستش. اگر احتیاج به دعا دارید، درخواست دعا دارید، مینویسن به ما میدن، ما برای شما دعا میکنیم، خودشون دعا میکنن. و اگر یه نسخه کتاب مقدس رو میخواهید که به شما داده بشه مخصوصا در داخل ایران، حتما با عزیزان ما صحبت بکنید و ما میخوایم که صدای شما رو بشنویم، میخوایم بدونیم که خداوند در زندگی شما چیکار کرده. اگر تلفن نمیتونید بکنید، به ایمیل برنامه ما sima.masi@muhabbat.tv تماس بگیرید. هفته آینده ما برنامه پخش زنده نخواهیم داشت، برای اینکه در آمریکا روز کارگر است. به همه کارگران عزیز تبریک میگم، امیدوارم که سال جدید پر از برکت و دوستی و در واقع هر چی که از خداوند میخواید باشه برای شما. آمین، خدا رو شکر. منم از تک تک شما دوستان عزیز تقاضا میکنم که اگه هم برنامه تکراره حتما تماس بگیریم، ما تلفن ها رو جواب میدیم و ما ایمیل کنید. ما ایمیلاتون رو اگه دوست داشته باشید حتما در برنامه ها میخونیم، شهادت هاتون رو بفرستید، شفاهاتون رو، جواب های دعاتون رو، و با ما باشید تا دو هفته دیگه همین ساعت همین شبکه در خدمتتون هست. خداوند رو میخواییم که با شما باشه تا هفته های آینده. خدا نگهدارتون.